سه نصیحتی خردمند. در یک زمان پادشاه عزم ساختن شهری کلان و زیبای را کرد و برای ساختن این شهر فرمود که تمام استاها و سنگتراشان گرد و اطراف را که در حدود ممالکش هستند میزیستند فریاد کنند. در بین آنها یک استای جوانی سنگتراش بود که بعد از یک روز خانداریش به ساختن شهر آمد. اینک ساختمان شهر 12 سال دوام کرد و چون تمام کارها به آخر رسید و استاها را به خانهشان مزد مهنتی چند سالهشان را داده جواب دادن را شروع نمودند و هر یک استا پیشنهاد شد مزد مهنت پول تنگه یا اینکه سه پند خردمند کدامش را انتخاب میکنند. اما یگان کس به جای پول پند را انتخاب نمیکرد. همه پول را میگرفت و نوبت به استای سنگتراش جوان رسید. استای جوان کمی اندیشید و از پادشاه سه پند خردمند را انتخاب نمود. پادشاه به او گفت: من این پند اول، هیچ وقت بار خود را به بالای اسب همراه بیگانه مگذار. دومش، هیچگاه در خانه‌ای که زنی پیر و شوهری جوان داشته باشد یا اینکه شوهر پیر و زنی جوان داشته باشد شب خواب مشو، یعنی در آنجا شب رو روز مکن گرچه از راه خسته باشی هم. و پند سوم، فراموش مکن که در دو ناخن انگشتان کلانت نوشته شده است، صبر کن. و بعد از آن پادشاه بر او سه کموچ جوین کلان، یعنی نانی جوین گرد را داد و تأکید نمود که تا به منزلش رسیدن این نانها را نشکند. اینک سنگتراش با دو استای دیگر همراه براه برامدند و چون در راه بودند در نصف روزی آفتابی یک مردی از سوار آنها را رساند و گفت: ای دوستان، میبینم بارهایتان وزنین است، خود را زیر تشویش نمانید و بارهایتان را و بالای اسب من سوار کنید. من آنها را بزودی با شما به منزلتان میبرم. دو همراه سنگتراش بارهایشان را به مرد اسب دادند، اما سنگتراش بار خودش را با خود گرفت و به مرد اسپی نداد. مرد اسپی با همراهی آنها آهسته میرفت. رفت و دیری نگذشته چنان اسب را تاخت که بعد از فرو شدن چنگ و غبار از او نام و نشان نماند. چنین همراهان جمعان سنگتراش از مال و پوشاکیهاشان محروم شدند. جوان باشد گفت: انا یکم پند هم به من کار آمد، مالی همراهانم را دزد برد، از من باشد ایمین ماند. بیگاه شد و همراهان به خلاصه آمدند که در یک آول می خوابند و شب را در آنجا روز می کنند. اما چون جوان سنگتراش دید که صاحب خانه زنی که در آن مردی کاران از می خواب کردن جوان است و اما شوهرش پیر و فرسوده، او از جایش خیست به دیگر خانه همسایه رفت و در آنجا خوابید. زنی جوان این خاندان منتظر شد تا همه بخوابند، کارد را گرفت و شوهر خود را به هلاکت رسانید.
پس از این فریاد زد که این دو مردی کار شوهری او رو کشتند. از گرد و اطراف همسایگانی در غضب افتاده جمع و گرد شدند و این دو مردی کار رو کشتند. من دوم پند هم با من به کار آمد، گفت سنگتراش چون این حادثه را دید و براه خود برآمد. آهسته آهسته به نزدی منزلش نزدیک شد. به نزدی خانه اش تقدیر او را در روز اومد آمدی اید آورده رسانید. او آهسته آهسته به نزدی خانه اش آمد و از آنجا آواز را شنید. مرد بازنش گفت و گذار داشت. اه اتنگه، گفت مردی کار، در این 12 سالی که من در کار از پی رزق و روزی زن و فرزندم بودم، به نزدی زنی من مردی دیگر می آمد است. و در حال یراقش را گرفت و سوی تیرزه گرداند و در این حالت چشمان او به ناخونهای چله کلانش افتاد و او از صبر کردن یاد نمود و دوباره آرام شد. بعدم او آوازها را گوش انداخت و چون با دقتتر گوش کرد چونین آواز آمد. مادر، که پدری ما از کار می آید؟ کمتر موند بچم، کمتر. پادشاه مرد کاران را جواب داده است و پدری تو همین شب و سحر باید برگردد. پسرم آرام باش. از شنیدن این سخنها اشک در چشمانی مرد سنگ تراش حلقه زد، از جایش برخاست و به خانه من گویان در آمد. زنش در حال خود را در آغوش وی پرتافت و پسرش همچنین را آغوش نمود. چون زنش از خرسندی به هوش آمد گفت: شوهر، تو گمانم گرسنه‌ای، بیا من در حال با تو خوراکی آماده سازم. اما مردی کار او را باز داشت و گفت: آرام باش، تشویش نکش زنک، اینجا 3 نانی هست که به من پادشاه تحفه نموده بود، حاضر آن را میخوریم. گویان نان را شکست، اما از آنجا 500 تنگه تیلای ریخت. همین قدر آنها از نان دوم دریافتند و 500 تیلای دیگر از نان سیوم. پایان قصه. خدا حافظ تا نوارهای دیگر با ما باشید. دوستان عزیز.